ندای درون برنامه از دکتر فوجان زینی دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM ندای درون ندای درون برنامه از دکتر فوجان زینی دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM با درود به شما عزیزان من دکتر فوجان زینی هستم روانشناس و به یکی از دیگر برنامه های ندای درون خوش آمدید این برنامه جمعه ها برنامه ایست که راجع به موارد روانشناسی با هنرمندان گفتگوی میکنیم و اصرار من این هست که نه تنها شما عزیزان هنر هنرمندان رو بشناسید بلکه وجود خودشون رو و شخصیت اونها و قسمت‌های دیگری از وجود خودشون و تجربیاتشون که اونها دوست دارن شما به عنوان بیننده باهاش آشنا بشین امروز شانسی این رو دارم که با یه دوست بسیار عزیزی جناب آقای شاهین یوسف زمانی موزیسین، کمپوزر و موسیقیدان مهمان من هستن و قرار راجبه نه تنها کار خودشون بلکه کار خانوادهشون و کارهای آینده ایشون با شما عزیزان گفتگوی داشته باشیم خوش آمدید خیلی سپاسگزارم خانم دکتر زینی منم سلام عرض میکنم خدمت تمامی بینندگان برنامه خوب شما خیلی خوشحالم که در برنامه تون هستم لطف دارین من شانس اینو داشتم در عرض این چند ساله اخیر با کارهای شما آشنا بشم و هم شاید هدیه‌ای که به خوانندگان دیگر ما در این شهر دادیم و در کنار اونها بودیم و خوشحالم که میشنوم از شما که نه تنها این هدیه رو هنوز دارین ادامه میدین ولی غیر از اون کارهای دیگه‌ای دارین انجام میدین که خلاقیت‌های دیگه شما هم در حقیقت داره در اون خودش رو نشون میده بله امیدوارم که بتونم به هر حال این مسیری که در پیش گرفتم فکر میکنم چون انتهایی نداره و اینه که باید هر روز آدم باربر باشه هر روز خلاق باشه هر روز بتونه یک چیز جدیدی ارائه بکنه امیدوارم که بتونم این مسیر رو درسته بکنم شاید اگه لطف کنی به بینندگان ما و شنوندگان ما چون در کانادا رادیو صدای ایران با ما هستن و سلام میکنیم به دوستانمون در کانادا لطف کنی یه مقدار از کارنامه خودت رو برای عزیزان توضیح بدی اونها هم با داشتا بشن و اگر میتونن که برن کاراتو در یوتیوب و جاهای دیگه هم ببینن بتونن ببینن من فارغ التحصیل موسیقی کلاسیک هستم از ایران و ساز تخصصی ساز کنترباس یا دابل بیس ولی خب در کنار اون همیشه علاقه زیادی به کار آهنگسازی داشتم و از همزمان با نوازندگی کار آهنگسازی رو شروع کردم تحت نظر پدر و استادی که در هنرستان موسیقی داشتم و استادهای دیگر که خارج از هنرستان داشتم و سالهای زیادی هم در ارکستر سمفونیک تهران نوازندگی کنترباس رو به عهده داشتم و ارکسترهای مختلف دیگری که در تهران بود و همچنان پس از مهاجرتم به امریکا کار آهنگسازی رو ادامه دادم و کار نوازندگی هم ادامه دادم با گروه های مختلفی، گروه های غیر ایرونی نوازندگی کردم ارکسترهای مختلف و ارکسترهایی که اینجا بود ارکستر پاپ با خانم گوش مدتی همکاری داشتم و همچنان به کار آهنگسازی مشغول هستم میدونم هم که از خانواده میان که شما حتما عزیزانی که برن به این برنامه نگاه میکنن یا گوش میدن از اسم شما
یادآور این هستن که از خانواده یعنی که موزیسین هستن و کمپوزر هستن و میدونم که وقتی ما از خانواده هنرمند میایم که هنر به خصوصی در اون رایج هست و زیباست و آدم ها میشناسن اون شخص رو به خاطر اون مسئله، یک بعضی موقع میبینیم کسان دیگری که توی اون خانواده هستن هم اصرار بر این هست یا چون صرفا در اون خانواده هستن و دارن توی اون فضا بزرگ میشن خودشون هم علاقه پیدا میکنن و یا اینی که اصرار خانواده بر این میشه که اونها هم باید علاقه پیدا بکنن به این مسئله. راجع به خانواده خود و بعد تجربه خودت راجع به مسئله اگر لازم کنی برای بینندگانمون صحبت کن. بسیار عالی. تو واقعا مبحث جالبی، به دلیل اینکه در خانواده ما هیچ وقت اصراری نبوده که باید موزیسین باشی، نه همچین چیزی نبوده، ولی خب از اونجایی که من یاد دارم با صدای ساز پدرم بزرگ شدم و شنیدم همیشه موسیقیایی که پدر ساختن و عمو ساختن، همیشه با اینا زندگی کردم. بعد از اینها برادر بزرگتر من که نوازنده بود و ایشون خیلی اصرار اتفاقا داشت، همه کسی که در خانواده اصرار داشت که تو هم باید موزیسین بشی. و یادم میاد که زمانی که وارد هنرستان موسیقی میخواستم بشم، خیلی هم میگفتن چون بعد از اون انقلاب فرهنگی دوباره هنرستان موسیقی باز شده بود و خیلی اصرار داشتن که نه، موسیقی عاقبتی نداره، نباید این کار رو دنبال بکنی. و خیلی به پدر اصرار میکردن که نذار پسرت موزیسین بشه، ولی برادرم همچنان اصرار داشت و به من میگفت این کار رو بکن، پشیمون میشی بعدا. و من رفتم وارد موسیقی شدم. همزمان با همون دوره ها دوست صمیمی پدر من آقای دکتر قدم‌علی سرامی که پسرشون از دوستان بسیار خوبه منه و ما با هم بزرگ شدیم، آقای دکتر سرامی هم دکترای ادبیات دارن و استاد دانشگاه هستن. پسر ایشون الان در نورت کارولینا استاد دانشگاه هستن، فوق دکترای ریاضیات محض دارن و خب این رشته‌ای که پدر داشتن با رشته‌ای که ایشون انتخاب کردن فرق میکنه خیلی. و این نیستش که صرفا هر خانواده‌ای که حالا پدر موزیسین بود یا کس دیگه موزیسین باشه صرفا باید بچه هم این راه رو دنبال بکنن و بستگی داره، بستگی به علایق آدم ها داره. فکر میکنم که یه بحث سلیقه‌ایه و تو هر کسی میتونه هر چیزی باور بشه. پس حس از خود پدر نگرفتی، فقط عشقش رو میگرفتی به این کار و هنر زیباش رو و نتایج اون هنر رو داشتی میگرفتی به این کار و در نتیجه به خاطر همچین مسئله میدیم که مثل که علاقه و عشق در فضای خانواده به وجود اومده بود، چه برای خود چه برای برادرت. 100% این فکر می‌کنم در وجودم زاده شد، به هر حال باهاش دنبال رفتم، به دنبالش رفتم. یعنی امروز که داشتی میمیدی گفتی که وقتی داشتی انتخاب میکردی کسی از کارهای خودت رو در حقیقت برای بینندگانمون بیاری، یکی از کارهایی رو که پدرت انجام داده بود به یادت اومد و بله. میخواست که اون رو حتما برای بینندگان بذاری. دوست داری راجع بشه مقای صحبت بکنی؟ بله حتما، این کار رو من خیلی دوست دارم. زمانی که به امریکا آمدم نداشتمش به دلیل اینکه یه مشکلی برای هاردم پیش اومد، به این بابا لطف کردن اینو برای من دوباره فرستادن. این کاریه که فکر میکنم حدود شاید نمیدونم 8-9 سال پیش ما اینو در ایران ضبطش کردیم با صدا آقای افتخاری به نام پریزاد. به یاد پدر بودم امروز، این کارم در مورد مادره. اینو بابا کار کردن و ما ضبط کردیم و من هم یه دکلمه کوچیکی توی این کار کردم و بعد اینو تقدیم میکنم به تمام مادرهای دنیا و علاوه خصوص مادر خودم. این چون با ویدیو نیست، DVD نیست و فقط صدا هست، دوست دارم که مقداری از اون رو برای شما بگذاریم و بعد دوباره بعدش بعد از اینکه برنامه تموم شد دوباره میتونیم کار کامل بزنیم از اتاق فرمان و کارگردان درخواست میکنم اگر لطف کنن اون رو بذارم برای شما دوستان که گوش بدیم به این ترانه زیبا. بله Thank you.
توضیحی دوست داشتیم بدیم راجع به این موسیقی؟ بله، البته این بی کلام کار بود. کاری بود که در مورد مادر بود و از زمانی که این مادر ازدواج کرده تا زمانی که پیر شده و داستان جالبی داره. حالا انشالله توی برنامه سر فرصت مناسب فکر میکنم که بتونیم کاملش رو پخش کنیم. کاملش با کلام پخش بکنیم. در این مدتی که در اینجا تشریف داشتیم یک سری همونطور گفتیم با کوکوش عزیز کار کردیم، با هنرمندان دیگه کار کردیم و یک مقدار در حال ساختن ترانه های مختلف هم بودیم، درسته؟ بله، کار مختلف داشتم با آدم های مختلف در سبک های مختلف. چون میدونم یه قطعه دیگه هم هستش که دوست داریم به دوستان توضیح بدین اون رو. بله، قطعه هست به نام سرزمین من که شعرش از خانم خدا کرده با صدای خانم فائزه و هر کاری که خودم آهنگسازی و تنظیمش کردم برای ارکستر سمفونیک، اونم در ارتباط با ایرانه و در ارتباط با دور بودن آدم و از وطن. و خب دوست داریم که حالا اونو بشنویم در کنار شما عزیزم. این وقتی که من این مثل سرود تقریبا درست شده و یه مقدار وقتی که اولین بار که میشیدم اتنی خونه خودتونم بودم که برای اولین بار اینو گذاشته بودین، یک حس به خصوص، البته صدای خانم فائزه بسیار زیباست، ولی خود موسیقی یک حس به خصوصی رو به وجود میاره. در دوستانم بشنوین شما عزیزان، ببینین ویدیوشو و بعدم رو جای صحبت. ای نسیم صبحگاهان از کجا ای فرح بخش تن و جان از کجا از کجا می آیی ای باد صبا، از کدامی این
از کدام این سرزمین با صفا؟ زمین کن چنین داری هوای دل نشین، آری آری تو ز ایران میرسی، تو ز ایران مهد شیران میرسی، آری از شیراز شهر شاعران کست آیم موی موی گلرخان، میرسی از اصفهان نصف جهان از سر زایند رود اصفهان. از خلیج فارس ایران میرسی، از بلوچستان و کرمان میرسی، میرسی از ساحل بحر خزر، ساحلی چون باغ رضوان سر به سر. جان به قربانت ز تهران آمدی، از سر کوی عزیزان آمدی، آری آری تو ز ایران میرسی. این مقدار راجع به این سرود میتونم بگم در حقیقت صحبت، چون هر وقت من میشنوم یه جوری تمام بدنم حس میکنه، قسمت به قسمت این موسیقی رو حس میکنم. خب غیر از کلام ایشون و گفتاری که داره، ولی موسیقی هم داره همینجوری بازی میکنه توی اون فضا. اگه لطف کنین که دیدگاهی که داشتی، از جایی که داشتی فکر میکردی وقتی که داشتی این موسیقی رو روی کلام میذاشتی هم صحبت بکنی که دوستان بدونن. حتما این شعر به من خیلی حس تصویری میداد، از این جهت که خب اسم شهرهای مختلف از ایران زمین رو میاره و سعی کردم با موسیقی یک عطر و طعمی از اون شهرها که اسم برده میشه
بیارم. به عنوان مثال مثلا در قسمتی که از آذربایجان صحبت میکنه سعی کردم یه مقدار تم‌های آذری بیارم و در قسمتی که از بلوچستان صحبت میکنه سعی کردم ساز کمانچه رو بیارم یه مقدار تداعی بکنه. و همینطور که میبینین این کار از درآمد اصفهان شروع میشه میره و یه گشت و گذاری توی گوشه ها و دستگاه های مختلف داره، در آخر به چهارگاه میره دوباره برمیگرده به اصفهان. و این طعم رو خواستم از جاهای مختلف به موسیقی نشون بدم که موسیقی و کلام همراه هم دیگه باشن، چون فکر میکنم در ادبیات ما خیلی مهم هست، در ترفیق ادبیات ما با موسیقی باید با هم دیگه همراه باشن. اگر که یک کدومشون برتری داشته باشه این توازن از بین میره و موسیقی اونقدر خوب نمیتونه جلوه بکنه. و در نهایت هم که میاد و راجع به تهران صحبت میکنه دوباره برمیگرده به همون اصفهان و تموم میشه این کار. کار جالبی بود، من خودم دوست داشتم، خیلی حس خوبی نسبت به شعر داشتم. خانم فائزم الحق که خوب خوندن این کار رو، من خیلی راضی بودم از کاری که باهاشون کردم. امیدوارم که رنج موسیقی که کار میکنین کلا مثل از موسیقی سنتی تا تکنو تا پاپ همه این موسیقی ها رو در بر میگیره، درسته؟ یعنی در... چون من تقریبا کار شما رو تو همه اینها مشاهده کردم. بله، خب ببینین بین ما اصولا مردم عامه موسیقی رو دو بخش کردن، یه موسیقی سنتی یه موسیقی پاپ، در صورتی که خب نه، بخش‌های متفاوتی هست و بین این دوتا موسیقی اما اقسام سبک‌های مختلف وجود داره. کاری که من الان دارم میکنم، حالا شما که این چیزی که فرمودین، یک ترکیبی از موسیقی سنتی و موسیقی الکترونیک هست. این کاری که جدید حالا به زودی تموم میشه و اینو دارم ارائه میکنم. جالبه، من فکر میکردم که موسیقی سنتیمون به دلیل اینکه خیلی خاصه و خوبه و واقعا این توانایی رو داره که در قالب‌های مختلف این عرضه بشه، فقط سعی کردم که این ظرف این موسیقی رو عوض بکنم طوری که میخواد ارائه بشه، یه جوری باشه که یه مقدار متفاوت باشه. کارهای خوبی شد، روی تمای مختلف کار کردم، توی دستگاه‌های مختلف، گوشه‌های مختلف کار کردم و هنوز به بازار نرسیده. هنوز نیومده. نه، منتظر باشید. هنوز نیومده، ولی خب به زودی دو سه تا از این کارها داره موزیک ویدئو میشه. متاها خودم خیلی دلم میخواد که موزیک ویدئوها خیلی کلیشه‌ای نباشه، چون اصولا خیلی پیشرفت اونچنانی تو موسیقی تصویریمون نمیبینیم. موضوعی که برای کار باید انتخاب بشه به نظر من باید یک مطلب داشته باشه و این خیلی مهمه. چجوری مطلب مشاهده میشه؟ در وهله اول اون چیزی که تو ذهنم برای خودم ساختم، این با کارگردان کار که الان با یکی از دوستان صحبت کردم، آقای علی رضا سروش، که با ایشون قرار شروع بکنم به کار کردن. تو هفته پیش اینجا بودم، مهمون من بودم. و فکری که راجبش داشتم باشون صحبت میکنم، طرحمو بهشون میگم، دیدگاه خودم زمانی که موسیقی رو ساختم و ایشون میارن تو حرفه خودشون و اینو بازپروری میکنن و یک آرایش و پیرایشش میکنن و این عرضه میشه. امیدوارم که بتونه کار خوبی باشه، بتونه اون پیام و مطلب رو برسونه. و دلیلی که پرسیدم این راجب مطلب برای اینکه الزاماً کلام نداره، بعضی هاشون کلام داره ولی صرفا چون اصولا در موسیقی کلامی ما کلام غالب بوده همیشه، من از کلام به عنوان یک ساز استفاده کردم، از خواننده به عنوان یک ساز استفاده کردم، قسمتی از کل مسئله بوده تا اینی که اصل دقیقا. اصل جریان باشه. و بعد شما طریقی که مثل که داریم میگیم موسیقی سنتی و تکنو رو در کنار هم آوردین و این خود موسیقی هم مطلب داره غیر از حالا اون اشعاری که انتخاب کردین که در اون باشه، درسته؟ بله، خود موسیقی مطلب داره. البته ببخشید من اینو تصحیح کنم، موسیقی تکنو نیست، موسیقی های مختلفی هست که خب یک بخشیش هم از موسیقی های پیشرفته تکنو هست که حالا سبک های مختلف هست. در واقع یک فیوژنه، یک فیوژن.
تلفیق موسیقاییه که حالا میتونه نیو ایج اسمش گذاشته بشه، میتونه همون فیوژن اسمش گذاشته بشه. این بوده و موسیقی مطلب خودش رو داره. و این قسمتی که دوست دارم چون برای خودم هم جالبه، وقتی میگین موسیقی مطلب خودش رو داره، که در ذهنیت یک آهنگساز این مطلب چه جوری هست؟ یعنی آیا یک مطلب مطلب احساسیه یا یک پیام به خصوصیه؟ چه چیزی در وجود شما اتفاق میفته؟ این قسمت روانشناس بنده است، البته اینجوری سوال های عجیب غریب میکنه. چه اتفاقی میفته که این مطلب اول درست میشه و بعد یک دفعه در نوت خلق میشه؟ اتفاقا سوال خیلی خوبیه، به دلیل اینکه قبلها موسیقی تاثیرش مستقیم بر روی قلب بوده، ولی با وجود پیدایش موسیقی های الکترونیک و سبک های مختلف تأثیرش رو نصف کرده، نصف بر قلب نصف بر مغزه، و یک جور ریاضی خاص داره این کار. یه جایی مغز این احساس رو واقعا ایجاد میکنه که شما باید این فضا رو عوض بکنید، یه جایی اون مونوتون بودن به خاطر غالب بودن مغزه، مونوتون بعضی از قسمت‌های موسیقی از لحاظ هارمونیک هارمونی خاصی نداره که چیز بشه، ولی فضاهای مختلف هست با ساوند افکت‌های مختلف، و یک جاهایی میبرتش تو بخشی که به قلب مربوطه، فضا کاملا عوض میشه، هارمونیکا بیشتر میشن و این تاثیر رو روی قلب بیشتر میذاره. و این موسیقی فکر میکنم ترفیق از این دوتا باشه، مغز و قلب، و با هم دیگه میرن جلو. مثلا یه زمانی هستش که یک آهنگساز با یه ترانه سرا داره کار میکنه و بعد کلام میاد، درسته؟ و روی اون کلام ترانه ساخته میشه، پس پیام مشخصه چون ترانه داره. بعضی از آهنگ سازان هستن که میرن با کلام شعرایی که به هر صورت هستن، حافظ، مولانا و خیلی از اشعاری که به هر صورت خاص رو انتخاب میکنن و با یک ترانه سرایی به خصوص کار نمیکنن، ولی از اون اشعار الهام میگیرن و میان. کسانی که برای فیلم در حقیقت دارن موسیقی میسازن، پیام فیلم رو دارن و از اون میسازن. اینها رو همش رو تا حالا درک میکنن. جایی که دلم میخواد، چون میدونم این قسمت از اینجا بلند شده برای شما و دلم میخواد اینو برام توضیح بدین و برای بینندگانمون، اینه که وقتی هیچ کدوم اینا نیست، یعنی هیچ کدوم از کلاما نیست، هیچ کلامی نیست، وقتی هیچ کلامی نیست، چی باعث میشه که چه پیامی میاد که یک دفعه خلق میشه؟ آیا پیامیه که از دل خودتون یا قلب خودتونه؟ آیا یک پیامیه که یک دفعه مثلا یک گفتار به خصوصیه که شما میخوای بیننده هات و شنونده های اون اثر این رو داشته باشن، که یک دفعه از قلب خودت بلند میشه، از اینتویشن، حس ششم خودت بلند میشه و بعد پخش میشه؟ در اون زمان که این ساخته شده، این یکی کارهای جدیدتون، کلامی نبوده که اول بیاد، اول ویژوالی و تصویری یک دفعه یک سری چیزها اومده انگار الهام شده، و بعد از اینی که یک دفعه در وجود شما اینها به وجود اومده، بعد اصلا خلق شده. درسته؟ من اگه MRI میخوام بگیرم از این تیکه که اتفاق افتاده و اون تیکه رو اگه شما بتونین برگردیم و یک لحظه فکر کنین که چه اتفاقی افتاد، چون خیلی موقع ها میبینن، خیلی تحقیقاتی که روی آهنگسازان و کسانی که کلا خلاق هستن میکنن، میبینن قبلش برای مثلا یک هفته دو هفته تشویش و التهاب خیلی زیاد، دور خودشون میچرخن، نمیدونن چه کار بکنن، بعد اخلاق میشن، نمیدونن چه اتفاق داره میفته، بعد خدا بهتر فکر کنم خداشون خانم شما باشون صحبت کنیم، یواش یواش ببینیم چه اتفاق داره میفته. چون درست بعد از این هاست که، و خیلی از کسایی هم که باشون صحبت میکنم، اون موقع من نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی میدونم این اتفاق یه انقلابی داره میفته و یه دفعه خلق، یک اثری خلق میشه. این خب این چیزایی بوده که تو تحقیقاتی رو که معمولا انجام دادن من نگاه کردم، گفتم که می‌خواستم ببینم تجربه خصوصی خودتون واقعا چی هست روی مخصوصا این اثرایی که قراره که بیاد. حالا من بد اخلاق نمیشم ولی محو میشم. محو میشم. دیگه هیچی نمیشتم. هیچ کسو نمیبینم. مثلا یهو میرم اصلا نجون دیگه بد اخلاق میشم. دیگه شاهی اصلا نمیبینم دیگه. میرم توی جایی که خب یه لحظه میاد دیگه، میدونین
وقتی که بهش فکر میکنین راجع به این کار، خب من این کار خیلی جالبه برای من به خاطر اینکه من اول این کار رو شروع کردم و متن نوشتم. جالب بود، هیچ وقت اینطوری آهنگسازی نکرده بودم، همیشه کاغذ نوتو میذاشتم شروع کردم نوت نوشتن و ساز زدن، ولی این دفعه نوشتم طرح نوشتم و طرح واسه این کار نوشتم و شروع کردم. اول کار رو آرایش کردم، خیلی جالب بود که آخر کار رفتم و کار آرایش شد، اومدم دوباره از اول حالا پیرایشش کردم. یه سری جاها اضافه بود برداشتم، یه سری جاها بعد کمتر میشد کمش کردم، دوباره شاید یک چیزایی میخواست اضافه کردم. متن چی بود؟ متن این بود که دلم میخواد یه پیام باشه فقط. الان داشتم بهتون میگفتم، گفتم نمیدونم سخن کدوم بزرگی هستش که میگه آنجا که سخن باز میماند موسیقی آغاز میگردد، به همین خاطر گفتم بتونم با موسیقی این مطلب رو برسونم. خیلی چیزای کوچولو انتخاب کردم از مولانا، ابیات مختلف، مثلا این کاری که در دست تهیه هستش و این کار ضبطش به پایان رسیده، کاری که روی بیتی از مولانا هست که میگه بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم، و کل موسیقی همینه و با تصویر و اون مطلبی که موسیقی داره این پیام رو میرسونه. یعنی پیام در حقیقت بست پیدا میکنه، یک بیته ولی این یک بیت یک دفعه در خود موسیقی بست پیدا میکنه و پیام رو از ابعاد مختلف از طریق موسیقی داده میشه. تکرار میشه، مثل مانترای مدیتیشن، این تکرار میشه، هی تکرار 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 تا اینکه بشینه به وجود. فکر کردم این یک راهی باشه تا اینکه بیایم یک مطلب بلند راجبش صحبت بکنیم و درگیر کلمات باشیم، یک مطلبی رو مثل مانترا این تکرار بشه و بتونم پیامش رو داشته باشه با تغییر فضاهای موسیقی. زمانی که این کار رو می‌ساختم واقعا میگم محو می‌شدم، فقط چیزی بود که به مغزم میومد، بعضی وقتا انقدر درگیرش می‌شدم که اصلا هیچ کاری نمی‌تونستم بکنم، فقط می‌رفتم و بارها گوش می‌دادم و چیزای جدید ازش پیدا می‌کردم. پس یه کار دیگه تون هم برای ما هدیه آوردین، می‌خوای راجع بهش صحبت بکنین تا بذاریم؟ بله، یه کار هستش که این کارم حدود سال 1375 شمسی این ضبط شد، این کار نه ببخشید 75 این کار تمام شد، ولی در سال 1379 ضبط شد به دلیلی که ما درگیر گرفتن مجوز و از این داستان ها بودیم، با صدای همایون شجریان و شعری از مرحوم فریدون مرشدی. Thank you.
جناب آقای شاهین یوسف زمانی، من با عنوان روانشناس این برنامه میخوام بهتون بگم شما فروتنیتون بی خودی دیگه اینجا داره کار میکنه. من خودم هم همینجور دارم سورپرایز میشم، میگم از کارنامتون با من بگیم، میگم نه اینقدر بیشتر نبوده. بعد هر کدوم از این بگیم میگم اه اولین آهنگی که همایون شجریان خونده، بعد و و و و همینجوری داره اضافه میشه. حالا خواهش میکنم یه مقدارش کارنامتون به دوستان عزیز بگین که بدونن. کارنامه خب کار زیادی کردم، با این کار اولین کاری بود که همایون خوند و خب دوستی قدیمی من و همایون با هم داریم، از دوران هنرستان هم کلاس بودیم با هم دیگه. اولین کاری بود که تصمیم گرفت به خوندن و این کار رو اجرا کردیم. تیم مقدار طول کشید به خاطر گرفتن مجوزش، به خاطر شعرش، و این کار رو انجام دادیم. همون سال که من این کار رو تموم کردم، این افتخار داشتم به خود استاد شجریان هم کار بکنم و روی یک قطعه از مجید درخشانی و به نام خانم ابریست با شعری از نیما یوشیج و این کار هم ضبط کردیم ما. و تو موسیقی، در زمینه موسیقی سنتی ارکسترال با خواننده‌های مختلف کار کردم، در زمینه موسیقی پاپ خیلی کار کردم. گفتم رنجش از یک قسمت خیلی رشد میده کلن فضای خلاقیت اون شخص وقتی که محدود نیست در جایگاه مدل موسیقی که داره استفاده میکنه. بله، اینم برمیگرده به یک قضیه ای که برای من جا افتاد. پدر من یه روزی وارد اتاق من شد، گفت چی کار داری میکنی؟ گفتم چطور؟ گفت کشتی خودت انقدر موسیقی کلاسیک گوش دادی، موسیقی دیگه گوش بده، موسیقی کوچه باقی گوش بده، موسیقی پاپ گوش بده، موسیقی های مختلف تجربه کن. و خیلی جالب بود، خیلی من تکون داد و موسیقی مختلف گوش دادم. به همین خاطرم توی سبک نموندم، حالا صرفا به خاطر اینکه فارغ التحصیل موسیقی کلاسیک هستم، فقط توی رشته کلاسیک نموندم که فقط همون کار ارکسترال بکنم. سبک های مختلف و دارم امتحان میکنم و کار کردم و الان درگیر فیوژن هستم. دوره خوبیه، دوست دارم، خیلی موسیقی شده. به نظر تمام این تجربیاتی که داشتین راجع به هم شنیدن اونها و هم استفاده کردن از اونها، کمپوز کردن، ساختن از موسیقی کلاسیک، موسیقی کلاسیک ایرانی و بعدم تا پاپ و و و امروز اون فیوژنی که داره اتفاق میفته بین تمام استایلایی که هم خودتون استفاده کردین و شاید یا بلد بودین و بعد از فیوژنی که برای شاید در موسیقی دنیا داره اتفاق میفته یه تلفیقی داره به وجود میاد. یک پروژه دیگه هم در دست دارید که قرار عید نوروز بیاد، اگر لطف کنید راجع به اونم صحبت بکنید که عزیزان، برای کسانی که در لس آنجلس هستید عید نوروز بتونید حتما اینو در تقویماتون بذارید چون خیلی عالی خواهد. این پروژه رو از حدود 9-10 سال پیش شروع کردم، به تاعت مختلف رو ساختم. یک اجرای قراره در شهر لس آنجلس داشته باشیم در 17 مارچ در موزه لس آنجلس که برای آدینسی که اونجا هستن غیر ایرانی هستن و قرار راجع به نوروز صحبت بشه. و این موسیقی قراره که من اینو به صورت موزیک ویدیو و حتی در آیتون یا جاهای مختلف اینو عرضه خواهم کرد به شکل یک سیدی که هم کل تمام این داستان موسیقی راجع به صلح صحبت میکنه که یک لوگویی هم برای این آلبوم توسط یکی از دوستان بسیار خوبن، آقای رضا همتی راد که در ترکیه هستن، ایشون یکی از بزرگترین نقاشایی که واقعا افتخار ایران هستن، این لوگو رو برای من طراحی کردن و تمام پیام این کار فقط مهر و دوستیه. این کار حتما به زودی زود ارائه میشه و اول شروع میشه با موزیک ویدیوها که کم کم روانه بازار میشه و در نهایت فکر میکنم که بتونم یا به صورت یک DVD یا به صورت CD اینو ارائه بکنم. خیلی ممنونم، مرسی از اینکه با ما بودید. مرسی از شما، کارهات و هنرت رو با ما شیر کردی، با بینندگان عزیز شیر کردی. میدونم که یک ویدیو دیگه برای شما
آماده شده که بعد از اینی که ما از شما عزیزان خداحافظی کردیم بمونید، چون قرار یک موضوع دیگه رو هم ببینید. برای تمام عزیزانی که مایل هستید که با کارهای دیگر ایشون با تمام فروتنیشون که به ما نمیگن آشنا بشین، لطفا برین توی یوتیوب و بزنین شاهین یوسف زمانی و به نظر میاد که خیلی از کارهایی که ایشون انجام داده حداقل توی یوتیوب خواهد بود. ما فرصت این رو که بسیاری از اونها رو بگذاریم رو نداشتیم. یه مقدارش هم چون آدیو هستش و ویدیو نبود، فرصت مشکل بودش که برای تو برنامه تصویری برای شما عزیزان بذاریم. بسیار خوب، خیلی هم از شما سپاسگزارم که در این برنامه منو دعوت کردین و خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. و از بینندگان عزیز برنامه‌تون هم خداحافظی می‌کنم. روز و شبتون خوش تا هفته آینده. ندای درون برنامه از دکتر فوجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM. ندای درون. ندای درون، برنامه از دکتر فوجان زینی. دوشنبه و جمعه ساعت 12 به وقت لس آنجلس از AFM.